مهمترین نکته برای خرید سنگ عقیق و تشخیص میزان خلوص این سنگ مشورت با یک فرد ماهر و با تجربه است. اما امکان دارد شما چنین شخصی را نشناسید و بخواهید خودتان این کار را انجام دهید. پس قبل از هر چیز از مرکزی که از آن خرید میکنید مطمئن شوید. در این قسمت میخواییم به چگونگی شناسایی اصالت سنگ عقیق بپردازیم و روش‌های تشخیص آن را برای شما توضیح بدیم. پس با ما همراه باشید. تراش با کیفیت. قبل از انتخاب محصولی که در اون از سنگ عقیق استفاده شده است به تراش سنگ دقت کنید. عقیق اصل از تراش ظریف‌تر و با دقت‌تری برخوردار است. روی سنگ کاملا صاف و صیقلی می باشد و درخشش بیشتری دارد. وجود خش روی عقیق نشانه مصنوعی بودن سنگ است. زیرا عقیق به راحتی خش نمی افتد و هرچی یک دست باشد نشان دهنده کیفیت بالاتر است. در هنگام خرید حتما روی سطح سنگ دست بکشید، زیرا بعضی از فروشنده ها برای پوشاندن ترک های روی سنگ آن را با چرب کردن جلا می دهند. شفافیت سنگ عقیق. عقیق طبیعی از شفافیت کمتری نسبت به عقیق مصنوعی برخوردار است. به این صورت که اگر عقیق طبیعی را در نور مشاهده کنید، نقاط تیره، هرج و مرج و بی‌نظمی را داخل خود نمایش می‌دهد. در حالی که عقیق مصنوعی از شفافیت بالایی برخوردار است و مانند یک گوی بلوری است. مقاومت سنگ. عقیق اصل از مقاومت بالایی برخوردار است و به راحتی با ضربه آسیب نمی‌بیند. برای آزمایش می توانید یک سنگ یشم را بر روی عقیق بکشید. عقیق اصلی خط نمی‌افتد و مخدوش نمی‌شود، در حالی که عقیق ساختگی و جلی به راحتی خش برمی‌دارد. اگر به سنگ یشم دسترسی نداشتید، می توانید از هر جسم سخت‌تر از عقیق هم استفاده کنید. مقاومت نوع اصل این سنگ تا حدی بالاست که حتی می تواند روی شیشه هم خراشیدگی ایجاد کند. رنگ عقیق. عقیق اصل دارای رنگ شفاف و روشنی است، اما این موضوع در عقیق جعلی صدق نمی کند. در عقیق اصلی در عین شفافیت و روشن بودن رنگ آن شاهد رگه ها و نقاط قرمز رنگ هستیم، اما عقیق مصنوعی در انتها دارای الگوی گلبرگ شکل می باشد. وزن عقیق. وزن سنگ عقیق را حتما در نظر داشته باشید. عقیق اصل وزن سنگین تری نسبت به عقیق های ساختگی دارد. این موضوع تفاوت وزن برای مقایسه دو سنگ امر بسیار مهمی است. برای زمانی که شما دو سنگ عقیق شبیه به هم داشته باشید، آزمایش تفاوت وزن برای تشخیص سنگ عقیق اصل بسیار کمک خواهد کرد. دمای سنگ. سنگ عقیق طبیعی از دمای خاصی برخوردار است، به این صورت که در سرما دمای آن بالاست و در هوای گرم دمای آن پایین است و اگر آن را لمس کنید احساس می‌کنید خنک‌تر از دمای محیط است، در حالی که عقیق مصنوعی در دمای بالا گرم بوده و در دمای پایین سرد و دمای آن با محیط اطرافش به یک صورت می‌باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که عقیق مصنوعی بر اثر تغییرات دمایی شروع به ترک برداشتن می کند و حتی ممکن است بشکند. لازم به ذکر است که بگوییم عقیق انواع گوناگون و متفاوتی دارد که هر کدام دارای رنگ و شمایل منحصر به خودشان هستند و توضیحات بالا بیشتر در رابطه با عقیق سرخ صدق می کند که در ایران از محبوبیت بالایی برخوردار است. هرچند تشخیص عقیق اصل نیاز به مهارت و تجربه کافی دارد، اما امیدواریم این نکات برای خرید عقیق به شما عزیزان کمک کند. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که برای دیدن برنامه های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.